پارلمان بریتانیا برای تروریست نامیدن سپاه پاسداران و تدارک جایگزینی برای برجام. رشد پدیده کودک همسری در پی افزایش وام ازدواج. بهار امسال 7000 دختر 10 تا 14 ساله در ایران ازدواج کردند. در اون لحظه همه ما فوق‌العاده وحشت زده شده بودیم و اصلا هیچ گونه آموزشی در قبال اینکه چنین موارد اتفاق بیفته ندیده بودیم. و 40 روز بعد از حمله به دانشگاه کابل، خرابی ها تعمیر شد اما زخم روحی دانشجویان هنوز تازه است. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا با انتشار گزارشی به دولت این کشور توصیه کرد که در برخورد با حکومت ایران مواضع سختگیرانه تری اتخاذ کند. در میان این توصیه ها موارد مهمی درباره شیوه برخورد بریتانیا با برجام و همچنین فعالیت های منطقه‌ای سپاه پاسداران وجود دارد. تغییر برجام و در دراز مدت رسیدن به توافقی گسترده تر یا اضافه کردن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان های تروریستی در بریتانیا از جمله توصیه های این گزارش است. جزئیات بیشتر از کیوان حسینی. پارلمان بریتانیا این روزها مانند باقی نقاط لندن به دلیل شیوع کرونا خلوت‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، اما همچنان قلب و مغز سیاست این کشور است، با اهرم‌های بسیار برای اثرگذاری چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی. گزارشی که امروز منتشر شد در واقع به کار افتادن یکی از همین اهرم هاست. گزارشی با عنوان بدون عدالت موفقیتی به دست نمی آید که به روابط ایران و بریتانیا اختصاص دارد و توسط نمایندگانی که عضو کمیته روابط خارجی هستند تهیه شده. گزارشی که حاوی 4 توصیه کلیدی به دولت بریتانیا است. توصیه اول کمیته امور خارجی این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی بریتانیا قرار بگیرد. سپاه پاسداران در این گزارش متهم شده که منطقه خاورمیانه را بی ثبات می کند و بر اساس بررسی نمایندگان این کمیته فعالیت‌هایش بر پایه قانون مبارزه با تروریسم که در سال 2000 میلادی تصویب شده از جمله فعالیت‌هایی است که دولت بریتانیا موظف است با آنها مقابله کند. فعالیت‌های نظیر کمک به کسانی که تروریست خوانده می‌شوند یا گروه‌های غیر دولتی شبه نظامی که به شکل غیر قانونی فعال هستند. در گزارش آمده که اگر دولت بریتانیا سپاه را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کند، این اقدام دنبال روی طبیعی از تصمیمی است که پیشتر توسط دولت آمریکا اتخاذ شده. توصیه دوم این است که دولت بریتانیا باید به فکر برجامی بهتر باشد. توافق هسته‌ای که با مشارکت بریتانیا در سال 2015 میلادی به دست آمد، از نظر نویسندگان این گزارش بخت چندانی برای ادامه ندارد. گزارش میگوید که برجام با نیتی درست اما بر پایه‌های سست بنا شده و نیاز به بازنگری دارد. خواسته‌ای که بازتابی است از موضع 2 سال اخیر آمریکا. اما همواره با مقاومت بریتانیا روبرو شد و دولت این کشور مصر بود که برجام منافعش را تأمین می‌کند. در این گزارش از دولت بریتانیا خواسته شده تا به فکر چارچوبی برای برجامی بهتر و گسترده‌تر باشد و در جریان دستیابی به چنین توافقی نقشی فعال بر عهده بگیرد. توصیه سوم در ارتباط با دستگیری شهروندان غیر ایرانی یا دو تابعیتی در ایران است. اقدامی که نویسندگان بیانیه آن را گروگانگیری دولتی خواندند و از دولت بریتانیا خواستند که آنها نیز چنین کنند. و آخرین توصیه خطاب به دولت. از مردم ایران در برابر نقض حقوق بشر توسط حکومتشان دفاع کنید. بخشی که یادآور وقایعی مانند سرکوب خشونتبار اعتراض‌های آبان ماه یا اعدام‌هایی است که به موجی از خشم در میان مخالفان جمهوری اسلامی و نارضایتی در میان سازمان‌های مدافع حقوق بشر دامن زده. در آن سو ایران هم در پاسخ به این گزارش ساکت نمانده. سفیر ایران در لندن در توییتی این گزارش را نتیجه توصیه صهیونیست‌ها و اعضای سازمان مجاهدین خلق خوانده و نوشته که هدف از انتشار این گزارش مقابله با تحولاتی است که به زودی رخ خواهد داد. او همچنین در حمله شخصی به تام توگنهات، رئیس کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا، او را بلندگوی مجاهدین خلق و مخالفان برانداز جمهوری اسلامی توصیف کرده.
روح الله زم از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران صبح شنبه گذشته در تهران اعدام شد. آقای زم مؤسس و از مدیران وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز بود که در جریان اعتراضات دو سال پیش در ایران به صدای معترضان تبدیل شد. اتحادیه اروپا، وزارت خارجه فرانسه و چند سازمان حقوق بشری اعدام او را به شدت محکوم کردند. آقای زم از سال 1391 به فرانسه پناهنده شده بود، اما به گفته بعضی منابع 14 ماه پیش در سفری به عراق دستگیر و به ایران منتقل شد. دادگاه انقلاب او را به آنچه افساد فل ارض خوانده متهم و به اعدام محکوم کرده بود. ژیار گل در گزارشی نگاهی انداخته به سابقه فعالیت‌های روح الله زم، اینکه او که بود، چطور زندگی کرد و چگونه گرفتار این سرنوشت سیاه شد. سوالاتی دارن که مطرح می‌کنن، شما پاسخ بدید. روح الله زم یکی از جنجالی ترین و مؤثرترین شخصیت های رسانه ایران در یک دهه گذشته است. مأموران اطلاعاتی حکومت ایران میگویند در عملیاتی پیچیده و حرفه‌ای محافظانش را در فرانسه فریب دادند و او را به ایران بازگرداندند. روح الله زم در گیرودار انقلاب ایران در خانواده مذهبی متولد شد. پدر او محمد علی زم به خاطر ارادتی که به آیت الله روح الله خمینی داشت نام پسرش را روح الله گذاشت. علایق و ریشه‌های مذهبی داشت. حسن فرشتیان روح الله زم و خانواده او را از نزدیک می‌شناسد. در ابتدای نوجوانی و کودکی حتی با روحانیون سرشناس مشهور و ارتباط خوبی با روحانیت داشت. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 روح الله زم به ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نزدیک بود. در جریان اعتراضات جنبش سبز روح الله زم حدود 3 ماه بازداشت شد. روح الله زم کم کم مشکلاتش با جمهوری اسلامی و شکنجه‌ای که شد این خیلی خیلی شدت پیدا کرد. روح الله زم در سال 1390 ایران را ترک می کند. پس از مدتی در مالزی و ترکیه به فرانسه پناهنده می شود. ما میگیم آگاهی مبارزه دموکراسی و آمد نیوز از اونجا میاد. از موقعی که کانال آنلاین شد 3 نفر بودیم، آقای مجید نیکنام، بنده و روح الله. کانال تلگرامی آمد نیوز صدها هزار عضو داشت. این کانال نقش مؤثری در اعتراضات دیماه 1396 داشت. آمد نیوز یک رسانه حرفه‌ای نبود. به نظر من خیلی بر اساس خلاقیت‌های خود روح الله زم شکل گرفته بود. آمد نیوز اسنادی درباره فساد در میان بلندپایه‌ترین مقام‌های قضایی، سیاسی و امنیتی حکومت ایران را منتشر کرد. ما منبع‌های بسیار زیاد داشتیم، از کارکنان دولت بگیر، از کارکنان نیروهای مسلح تو بخش‌های مختلف سپاه، نیروی انسانی، ارتش. آمد نیوز به یک نوعی دست انتقام شده بود که خیلی از درون جمهوری اسلامی اصلاح طلبا ممکن بود از اون بخوان استفاده کنن علیه محافظه‌کارا و برعکس و قسمت‌های مختلف سپاه. من الان زمین بازی رو می‌دونم، هیچ کی تو خارج از کشور زمین بازی رو نمی‌دونه. با شهرت یافتن آمد نیوز و روح الله زم، افرادی که از ابتدا با او بودند از روح الله فاصله می گیرند. شیرین نجفی که در ترکیه پناهنده بود از سال 1396 یکی از ادمنهای اصلی آمد نیوز شد و از معتمدان روح الله. بحث بر سر شیرین نجفی بود که تیم ما از مؤسسین آمد نیوز اصرار داشت بدونن که این شیرین نجفی کیه و چطور شده وارد آمد نیوز شده و کلن در واقع عمق داستان رو در بیارن که واقعا این با کی ارتباط داره، چجوریه، چه رابطه هایی داره، اصلا هدفش چی نزدیک شده. روح الله زم به فکر راه اندازی تلویزیونی به نام آمد نیوز بوده است. همکاران روح الله میگویند افرادی از طریق شیرین نجفی با روح الله تماس میگیرن و مدعی میشوند که آیت الله سیستانی حاضر است با او مصاحبه کند و میلیون ها دلار برای راه اندازی تلویزیونی به او کمک کند. مبلغی حدود 30 میلیون دلار در سال برای ما ارسال بکنه
گفتم در عوض اونا چی میخوان آیت الله سیستانی از شما؟ گفت آیت الله سیستانی میگه که شما فقط هر چه دوست دارین از انتقاد بکنین از جمهوری اسلامی، فقط به مسائل دینی حمله نکنین. شیرین نجفی که در ترکیه پناهنده بود میگوید او ترجیح داده خود به عراق برود تا روح الله زم به خطر نیفتد. یک قاسی و به اصطلاح قاسی جعلی که همه اونها مدارکی بوده که برای آقای زم ارسال شده بود، یعنی که با هماهنگی ایشون بوده، بعد وارد خاک عراق شده بودم. دعوت بودیم و ابتدا قرار نبود اصلا آقای زم، یعنی که گفتن من میرم، که گفتم نه من خودم میرم برای قرار. بعد از ظهر 19 مهر ماه روح الله زم با پرواز شرکت هواپیمایی سلطنتی اردن فرانسه را ترک و به طرف بغداد پرواز می کند. بازداشت روح الله زم سر شبکه سایت معاند آمد نیوزه که دو روز بعد خبر روبوده شدن او توسط سازمان اطلاعات سپاه در کانال تلگرام آمد نیوز و تلویزیون حکومتی ایران منتشر می شود. تیر ماه امسال شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران 13 اتهام علیه روح الله زم را مصادیق افساد فلعرض دانست. افساد فلعرض در بازه دادگاه در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده. این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور. در برنامه‌ای که چند ماه پیش در صدا و سیما پخش شد، روح الله زم از برخی از فعالیت‌های آمد نیوز دفاع کرد. اعتراض اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندید. بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. رایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. طبق گزارش مرکز آمار ایران در 3 ماهه اول امسال که بحران کرونا باعث رکود بسیاری از فعالیت‌ها شد، 7000 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. کودک همسری یا ازدواج دختران در سنین پایین 5-6% ازدواج‌ها در ایران است. ظاهراً افزایش وام ازدواج بسیاری از خانواده‌های محروم را تشویق کرده که به ازدواج فرزندان کم سن و سالشان راغب شوند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. این یک فیلم مخفی از پیرزنی در بوشهر است که میگوید نوش در سن 11 سالگی به مبلغ 21 میلیون تومان به پیرمردی 90 ساله فروخته شد تا با او ازدواج کند. اما در ایران چندی است که راه‌های عرفی تری هم برای پول ساختن از کودک همسری به ذهن بعضی از خانواده‌ها رسیده. چون به دلیل مشکلات اقتصادی هست که خانواده وادار میشه که بچه‌اش رو، دخترش رو به ویژه تو سن 9 سالگی که توی مشهد شاهد بودیم، 10 سالگی اینا وادار میشن که ازدواج بکنن. حالا زمانی که طیبه سیاوشی در پی بالا بردن سن ازدواج بود، هنوز نماینده مجلس بود. این دخترای کوچیک معمولا وادار میشن که مثلا او مثل بعضی از دولتی‌ها متوجه شده بود که خیلی از خانواده‌ها به خاطر دریافت وام ازدواج دختران خود را در کودکی شوهر می‌دهند. 98500 نفر از دریافت کنندگان وام ازدواج زیر 15 سال بودند. 98% اینا دخترای زیر 15 سال بودند. وام ازدواج با هدف افزایش جمعیت ایران پرداخت می شود و با پرداخت 10 میلیون تومان به هر کدوم از زوجین شروع شد. که البته ما این مبلغ را هم مبلغ کافی نمی دونیم برای که بتونه اون وام مطرح باشه. شاید با فشار جناح سنتگرا این وام بیشتر شد. قرار شده در سال جاری برای هر یک از زوجین 50 میلیون تومان وام با پرداخت 7 ساله داده بشه. و حالا که یک زوج با هر ازدواج می توانند 100 میلیون تومان از دولت بگیرند، آمار ازدواج دختران زیر سن هم بالا رفته. در ایران سالانه هول و هوش 40000 نفر دختر زیر 14 ساله ازدواج میکنند. اما آنگونه که وزیر ورزش و جوانان گفته، در بعضی از نقاط ایران حالا متقاضیان دختر زیر 15 سال 4 برابر شده. کلاس ششم دیگه همش رو عروس کنن میرن. شاید خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خوزستان کانون‌های کودک همسری هستند. در بعضی از شهرستان‌های این استان‌ها متوسط سن ازدواج دختران 11 سال اعلام شده.
قرار بود وام ازدواج جمعیت را افزایش دهد، اما جمعیت دختر بچه های متعهد را بیشتر کرده. روی ازدواج زیر 13 سال که من فکر می‌کنم همه متفق القولن که باید یه جوری این متوقف شه، چون آماری که داریم زیر 13 سال بسیار نگران کننده است. اولا بدونید که اینو سیاسیه، کلی آی نه به کودک همسری نمیدونم فلان برهمان. ولی برای حامیان کودک همسری این حرفا بهانه است. مجلس هم امروز بیشتر در کنترل همین تفکر است که میگوید جلوگیری از کودک همسری توطئه غربی هاست و مردم به هر حال کار خود را میکنند. شما گذاشتی زیر 13 سال، زیر 10 سال هم بذاری، اصلا هر کاری بکنی باعث میشه که مردم دور بزنن. فعلا که اگر پدر و مادر کودک راغب باشند هیچ منعی برای کودک همسری در ایران وجود ندارد که کسی بخواهد آن را دور بزند. متاسفانه به تلاش دولت که حداقل نگذارد وام ازدواج مزید بر علت شود تا کنون به جایی نرسیده. مثلا محفوظ نگه داشتن وام تا وقتی دختر به سن 18 سالگی برسد. در نتیجه اینکه تعداد ازدواج دختر بچه ها اندک اندک بیشتر شده، در حالی که ازدواج جوانان طبقات کمتر سنتی به خاطر مشکلات اقتصادی و سختگیری در دادن وام ازدواج کمتر شده. نه عواقب دیگر کودک همسری، از بیماری و رنج دختر بچه های متأهل و سرپرست خانوار تا بچه دار شدن دخترانی که هنوز کودکی نکردند. سیاوش اردلان، بی بی سی. چند سالی است که تغییر و دستکاری کتاب‌های درسی ایران خبرساز شده. در یکی از تازه‌ترین موارد، شخصیت محبوب قصه‌های مجید را نمازخوان کردند. تحریفی که صدای هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده این قصه‌ها را هم درآورد. آقای مرادی کرمانی گفته بود مجید به سنی نرسیده که نماز بخواند و این کارها تأثیری در آموزش و تربیت بچه‌ها ندارد. فاطمه جمالپور در گزارشش نگاهی کرده به مهم‌ترین تحریفات و تغییرات در کتاب‌های درسی و چهره ها و اسناد پشت پرده ماجرا. از نماز خوان کردن مجید 12 ساله قصه های مجید، ببینید چی شدم، تا اضافه کردن لشکر اسلام به داستان نادر ابراهیمی، از بریدن تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی تا لباس پوشاندن بر تن اوریان دهقان فداکار، از تغییر نام حشره آخوندک به راهبک تا راه دادن محسن حججی بسیجی کشته شده در جنگ سوریه به کتاب فارسی، در سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش چه می گذرد؟ فهیمه طباطبایی روزنامه نگار پس از واکنش ها به تحریف های کتاب های درسی در توییترش نوشت: دستکاری و تحریف در کتاب های درسی کار حسین رودسری است. او نماد ممیزی در این دفتر است و در زمان ریاست علی ذوالعلم به عنوان مشاور گمارده شده است. ذوالعلم عضو جبهه پایداری و ایده پرداز واگذاری 40,000 مدرسه به حوزه علمیه قم در سال 88 است. سوال این است، آیا این همه تغییر و تحریف تنها نتیجه کار این دو نفر بوده است؟ نکته اولی که لازم است بگویم این است که رئیس سازمان پژوهش آموزش و پرورش با هماهنگی بیت انتخاب می شود. سرعتی که در سالهای اخیر در تغییر کتب درسی می بینیم بی سابقه است و خود نشان می دهد این کتابها دوره آزمایشی را طی نمی کنند و فاقد استانداردهای لازم هستند. از علی زوئرم روحانی 65 ساله به عنوان جراح آموزش و پرورش نام می برند. 40 سالگی انقلاب تازه دوره سرزندگی و نشاط انقلاب هست و ما به این معنا باید تازه آغاز کنیم. نتیجه جراحی او تا حالا 3 بار وزیر آموزش و پرورش را ناچار به اظهار تأسف و واکنش توییتری کرده است. زوئلم از سال 84 تا 88 مدیر کل دفتر تألیف کتب درسی بود. برنامه سند درس ملی از همان زمان شروع شد. سال 88 توسط یکی از اساتید دانشگاه به شورای تألیف کتب درسی دعوت شدم. استادم گفت بهتر است با چادر بیایی. موقع ورود فکر کردم اشتباه وارد شدم. از 12 نفر اعضای جلسه 7 نفر روحانی مؤمن بودند. تنها من و یک معلم دیگر حضور داشتیم. زوئلم سال 97 در سمتی بالاتر به این سازمان برگشت. این بار به عنوان رئیس. در آموزش پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، قلب آموزش پرورش.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای تدوین و ابلاغ شده است. میتوانه سند تحول آموزش پرورش رو برسونه به اون سرمنزل مورد نظر. زمان معین شده اونطور که به من گزارش کردن 12 سال. نه، 12 سال قابل قبول نیست. رهبر ایران بارها بر لزوم اسلامی شدن و تغییر کتاب‌های درسی تاکید کرده است. متون آموزشی که در این مرکز، در این سازمان تولید می‌شود، پیام‌های انقلاب و معارف انقلاب در این متون باید گنجانده بشود. کتابی در مدارس تدریس نمی‌شود مگر اینکه از اصول و برنامه‌های سند برنامه درسی ملی پیروی کرده باشد. سندی که 3 اصل بنیادین آن ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مهدویت است. هر آنچه در این 3 اصل نگنجد متاسفانه در حال حذف از کتب درسی است. سال‌های آتی شاهد حذف‌های بیشتری خواهیم بود. مشخص نیست که این روند اسلامی کردن متون و نظام آموزشی در ایران تا کجاها پیش خواهد رفت. آیا باز هم سند برنامه درس ملی تحریفات تازه‌ای را بدون توجه به حق مؤلف رقم خواهد زد؟ فاطمه جمالپور، بی بی سی. 40 روز پس از حمله مرگبار به دانشگاه کابل، وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید برای تامین امنیت این دانشگاه طرحی تازه را به اجرا گذاشته. این حمله سبب شد که بعضی از دانشگاه‌های خصوصی هم به خاطر تهدیدهای احتمالی مدتی بسته شوند. عده‌ای از دانشجویانی که در زمان حمله داعش در دانشگاه حضور داشتند میگویند هنوز نتوانستند با ضربه روحی آن روز کنار بیایند. جزئیات بیشتر از علی حسینی از کابل. 40 روز پیش 2 مهاجم مسلح وارد دانشگاه کابل شدند و ساعتها وحشت بی‌پیشینه‌ای را در بزرگترین مرکز علمی افغانستان براه انداختند. یعنی بر چند ثانیه ما کاملا شوکه شدم، باور نمی‌تونستم. سجاد و ذکریه آن روز در یک کلاس با هم بودند، یکی از نزدیکترین کلاس‌ها به حمله کنندگان. هرگز فکر نمی‌کردند روزی پای حمله کنندگان به دانشگاه کابل برسد، تصوری که خلافش ثابت شد. زمانی که حمله تروریستی صورت می‌گرفت ما اینجا نشسته بودم. به دانشجویان دانشگاه کابل هیچگاه گفته نشده بود که اگر حمله ای شد چه کنند. در یک کشور جنگ زده برای چنین مواقعی تا چه اندازه آمادگی داشتین شما؟ در اون لحظه همه ما فوق‌العاده وحشت زده شده بودیم و اصلا هیچ گونه آموزشی در قبالی که چنین موارد اتفاق بیفته ندیده بودیم و خیلی زیاد آنقدر ما دست و پاچه و ورخطا شده بودیم که اصلا نمیدانستیم در این صنف ما 4 کلکین وجود داره. ما از 2 کلکین استفاده کردیم و جانای خود نجات دادیم. و زکر شما تا چه اندازه اصلا آمادگی نداشتیم و به قدر وحشت زده شده بودیم که نمیفهمیم چی کنیم و اصلا به ذهن ما خطور نمیکرد که اینجا 4 دانه پنجره وجود داره که ما میتونیم فرار کنیم و از همین خاطر بسیار ترسیده بودیم. ما اصلا فکر نمیکردیم. 40 روز پیش در اینجا اولین کاری که دانشجویان کرده بودند فریاد زدن و جیغ کشیدن بود از سر ترس و وحشت. هیچ راه اضطراری وجود نداشته. دانشجوها هم از قبل هیچ آموزشی ندیده بودند که در چنین مواقعی چه کار کنند. ترس و نگرانی هم افزایش پیدا کرده. در نتیجه دست کم 40 دانشجو خود را از طبقه دوم به زمین پرتاب کردند. حالا به احتمال خیلی زیاد او دانشجوها هر بار که به این ساختمان و به این پنجره نگاه میکنند یاد او روز میفتند که چه اتفاق دردناک و تلخی رخ داد. حکومت افغانستان بلافاصله خرابی‌های حمله را تعمیر کرده. روحیه دانشجویان اما به مدت‌ها زمان نیاز دارد که با ضربه آن روز کنار بیاید. روزی که نمی‌دانستند چه کنند. وقتی که من از پنجره خود پایین انداختم، یک از دانشجوی که میخواست از طبقه دوم خود به خاطر نجات پایین بندازه، تصادفاً بدون از اینکه ببینه آیا بروی زمین کسی است یا نیست، خود پایین پرد کرد و سبب شد که بالای من بفته و دستم بشکنه. پس از این حمله، وزارت تحصیلات عالی طرحی را روی دست گرفته که تامین امنیت دانشگاه در مرکز آن است. مشخص نیست این طرح تا چه اندازه از تکرار چنین حمله‌ای جلوگیری می‌کند.
خوشبختانه طرح را که وزارت تحصیلات عالی در قسمت چگونگی تامین امنیت دانشگاه ها رخته است، یک طرح جامع و سودمند خواهد بود که نقش کلیدی را در راستای امنیت هرچی بیشتر و مسئول ساختن هرچی بیشتر دانشگاه ها در افغانستان با همکاری نیروهای امنیتی در افغانستان به میان خواهد آورد. در این حمله دست کم 19 دانشجوی جوان کشته شدند و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. دریای کابل خون شده، گلهای کابل پرپره، چشمای گریو. داغ آن حمله تا اندازه متفاوت تر از رویدادهای گذشته بود و سالها در یاد دانشجویان باقی خواهد ماند. واکنش‌های نسبتاً گسترده‌ای در سطح جهان به همراه داشت، به ویژه در ایران. همسایه خود را شریک غم همسایه دانست و از غم پدری خواند که جانش را گرفته بودند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.